من از شما میخوام که صدای منو به همه برسونید. ما ایرانی ها درد داریم. که شما هنوز از رو نمیدید و اصرار دارید به حرفای باطل خودت. درود به شبکه یک کلمه. درود به انسانیت شما. و تلویزیون ملی ما تلویزیون کلمه است، نه تلویزیون خودمون. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت عزیزان و دستندارکاران شبکه جهانی کلمه و خدمت بینندگان و شنوندگان این شبکه گرامی عرض سلام و ادب دارم. من از خامنه این سوال را دارم، چرا با توجه به اینکه 9% منابع و ثروت‌های جهان در کشور ما هست و ما 1% جمعیت جهان را داریم، اما در فلاکت و بدبختی بایستی زندگی بکنیم؟ جواب بدهید خامنه ای، جواب بدهید. سلام و عرض ادب خدمت شما و خدمت شبکه کلمه. شما آقای هاشمی به این حجت الاسلام مسلمین بگین که درست خودش میگه دیگه، خودش میگه که آقا ما اهل سنت خوبیم، نمیخواد که شما ما رو بندازیم به هم. درسته این که خوب میگه دیگه، درسته ما حرفش رو قبول داریم. براش بگو که چرا تویی که خوبی با اهل سنت چرا نمیذاری تو مهمترین شهر ایران که اسمش تهران، پای تخت ایرانه، چرا نمیذاری اهل سنت از آن بده؟ چرا نمیذاری؟ علتش چیه دیگه؟ تو که میگی ما خوبی، من درسته میگم خوبه، آره، چرا نمیذاره که از آن بده؟ چرا نمیذاره اهل سنت یه مسجد بزنه که قشنگ اذان بده؟ درسته دیگه، اونا حجت الاسلام و المسلمین دیگه، ببخشید دیگه تو رو خدا که ما دو وقت ازتون بیشتر اذان میدیم، تو رو خدا ما رو ببخشین که علی و ولی الله نمیگیم تو اذان، تو رو خدا ما رو ببخشین. چرا نمیذاره آقا؟ بگه دیگه، بگه مرد چه بیاد بگه چرا نمیذاره که این اهل سنت اذان بدن؟ علتش چیه؟ مگه اسم خدا رو نمیاره؟ چیه؟ چی بگیم؟ سلام، خسته نباشید. خدمت شبکه کلمه میخواستم به آگاهیتون برسونم، من در ساری یک سال پیش کار میکردم، ولی به اونجا رفتم تو مقداری به مرد کار کنم. اولین روزی که مرد من رو برد سر کار به من گفت آقا شما مسلمونی یا غیر مسلمون؟ من گفتم منظورت متوجه نمیشم. گفت یعنی ما به شیعه ها میگیم مسلمون، به سنی ها میگیم غیر مسلمون. گفتم آجی چی هنیشه؟ این حرفا چی آجی داری میزنی؟ بعدنش هم با من دیگه بس کرد. منم بهش گفتم آجی خودت برو پات اول بشور، وضو گرفتن تو یاد بگیر، بعدم بیا اسم مسلمان و غیر مسلمان ببر. مسلمان هم خودت نیست، نامسلمان غیر مسلمان خودت هستی که به من داری توهین میکنی. اینو میخواستم برستون برسونم که خواهشن تو شهرهای بالا مثل شهرهای شمال، شهر ساری، جویبار که میریم برای کار، دقیقا به سنی ها میگن، به مردم اهل سنن میگن شما غیر مسلمونی. غیر مسلمون دیگه چیه؟ ولی خودشون پاهاشون رو نمیشورن در وضو گرفتن. در هر موقع پاهاشون، من دیدم اکثرا تو مسجدها شیعه هم رفتم، دیدم پاهاشون رو نمیشورن، پاهاشون پر از تک، کف پاهاشون پر از کثیفیه، باز خودشون رو مسلمون هم میدونن. ادعاشون دیگه خیلی رفته بالا. اینو خواهشن، من میخواستم صدای منو پخش کنید. عارف هستم از استان خراسان رضوی. سلام علیکم خدمت تمام کارکنان شبکه یک جهانی کلمه، بخصوص جناب آقای هاشمی. من مناظرتون دیدم، واقعا عالی بود. من ایراتیم و به ایرات زندگی میکنم. کلن سیستم و نظام آخونها خراب است، چون اینقدر من دو ایران زندگی نمی کنم و این دفعه که حالا هم می کنم کلون نفذره رو به من ندارن. فقط هم یک سر می دارم مردم برادران و خواهران ایرانی هم خواهش هم به پای این آخونهای رسل و پس گوش نکنید، چون همه آنها گپ های لحول حلب گفته ما ایرتی ها میزنن، گپ های مندر آورد، گپ های میزنن که اصلا به هیچ کتابی نیست. خلاص ختم کلام این بگم به شما که من با بیدین ها بیشتر در تعامل هستم. کلن میخواهم از چیزهایی که از آقای هاشمی و کتابهای دیگر یاد گرفتم با آنها هم برسانم.
و بگویم که دین اسلام دینی نیست که خون معرفی کردم، بلکه دین این دین دینی است که واقعا پاک و منزه هست از هر چیزی، پاک و منزه هست از هر چیزی. فقط یک گپ نگم بکنم، در کشور ما طالب ها و داعش کشور ما رو به نام اسلام خراب کردن و چهره اسلام طالب و داعش خراب کرده به ایران. واقعا خراب شده وضعیت ما. طالب یه روز یک کافر بده من میگفت که طالب ها و داعش از نام اسلام استفاده میکنه. خب جوابش دادم، من این دلم موند که طالب ها چطور خود را مسلمان میگن و چطور بیعقل های پیدا میشه که طالب و آخونده ها را مسلمان میگن. همین بریم سوال بمونده و است خواهی موند. و تشکر از شما. با سلام و عرض ادب خدمت تمام کارکنان شریف تلویزیون جهانی کلمه، میخوام یه چیز رو خدمت همه ملت ایران عرض کنم و یک سوال به صورت سوال مطرح میکنم. آیا به اندازه کرونا از شما کشته میشه؟ تا کی میخواید بشینید؟ تا کی میخواید برید پس پرده قایم بشید؟ تا کی میخواید خودتون رو گول بزنید؟ تا کی میخواید یک نفر رو به عنوان مری، مرشد، نمیدونم چی، رهبر برای خودتون انتخاب کنید؟ هر کس باید رهبر خودش بشه و اون هدف عالی رو دنبال کنه و بیاید توی خیابون. اگر این کار رو نکنید تا قیام و قیام الدهر این ابر سیاه بر سر شما خواهد بود و باران سجیل همچنان بر سر شما خواهد بارید. موفق باشید. من از شما میخوام که صدای منو به همه برسونید. ما ایرانی ها درد داریم. که شما هنوز از رو نمیگید و اصرار دارید به حرفای باطل خودت. درود به شبکه کلمه. درود به انسانیت شما. و تلویزیون ملی ما تلویزیون کلمه است، نه تلویزیون خودمون.